پرتاب موشک حامل ماهنشین اودیسیوس از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا. شرکت اینتیوتیو مشینز پس از 50 سال توانست آمریکا را به ماه برگرداند. مهمتر این که راه ورود شرکت‌های خصوصی به ماه را هم باز کرد. 7 روز طول کشید تا اودیسیوس به ماه برسد و در شرایط فرود قرار بگیرد. اما لحظات آخر فرود سرشار از اضطراب بود، چون ابزارهای سنجش ارتفاع و سرعت فرود از کار افتاده بودند. اودیسیوس توانست با ایستگاه زمینی در هیوستون تگزاس ارتباط برقرار کند. اما یک روز پس از فرود، شرکت اینتیوتیو مشینز از واژگون شدن اودیسیوس خبر داده. فکر میکنیم ماهنشین حدود 9 کیلومتر به صورت عمودی اومده پایین، بعد حدود 3 کیلومتر به صورت جانبی حرکت کرده تا پایه‌هاش رو روی سطح قرار بده، ولی در زمان نشستن واژگون شده و به این شکل در اومده. محل فرود ماهنشین اودیسیوس در حاشیه رشته کوهی است به نام مالاپر، با ارتفاع 5 کیلومتر و در جنوبگان یا قطب جنوب ماه. منطقه فرود جایی است همیشه تاریک و با منابع قابل توجه آب یخ زده. استقرار اودیسیوس در حاشیه جنوبگان ماه برای مطالعه چگونگی ساخت پایگاه‌های دائمی فضانوردان در آن منطقه ضروری است. برنامه ناسا این است که از منابع آب یخ زده برای تولید سوخت استفاده کند، نه فقط برای بازگشت ماهنوردهای آینده به زمین، بلکه برای تولید اکسیژن مورد نیاز محل اقامت فضانوردان. همراه با ماهنشین اودیسیوس، 6 ابزار علمی سازمان ناسا هم به کره ماه فرستاده شد. یکی از این 6 ابزار یک مجموعه دوربین است، ساخت دانشجویان دانشگاه هوافضای امری رایدل. 2 ماه پیش از اودیسیوس، ماهنشین پرگرین هم به مقصد ماه پرتاب شده بود، اما ساعتی پس از پرتاب به دلیل نقص فنی از ادامه مسیر باز بود. ورود اودیسیوس بر سطح ماه به طور کامل صورت نگرفته، گرچه ابزارهای نظیر صفحات خورشیدی تولید برق سالم ماندند. انتظار می رود در روزهای آینده اودیسیوس تصاویر بیشتری از شرایط استقرار خود به زمین مخابره کند. هماین خیری، لندن.